نیکبخت 50 ساله که نیمی از عمرش در زندان خانگی برادرش گذشت، حال پس از 5 ماه آزادی او را به خانه ابدیش میبرند. فرماندهی امنیه کابل میگوید به دستور سرپرست وزارت داخله، نیکبخت پس از آزادی از زندان برادرش زیر درمان پزشکان و مراقبت امارت اسلامی قرار داشت. نیکبخت روغتون ته ولیږدول شو. د کورنیو چارو وزیر محترم خلیفه صاحب په ځانګړې هدایت باندې په روغتون کې ځانګړی ټیم ورته دایر شوی و. تقریبا یو میاشت لس شپې هغه هلته تر تداوی لاندې وه. تر هغې وروسته یو خونه ورته تعین شوله، یو کور ورته ونیول شو. امروز صبح کې برای ما زنگ زده شد که نیکبخت نامی که چیز بود فوت کرده. باز ما امروز صبح که با مو ریسفیدا و کلانای منطقه یک جای جمع شدیم، رفتیم پیش امیر صاحب عوضه، امیر صاحب عوضه هدایت دادن، رفتن پیش از اون مرما که از اوج جنازه را گرفتیم آمدیم پس منطقه. سخنگوی فرماندهی کابل همچنان میافزاید برای مراقبت از نیکبخت دو بانو نیز از سوی آنان گماشته شده بود. ما خدمتش میکردم، باز خوب قصه میکرد، های تو باید میخوان قصه میکرد، بل شرط پخته میکرد میخورد، اندگه کالاش میشتم. خالد زدران همچنان تاکید میکند که برادر نیکبخت هنوز هم در بند امارت اسلامی قرار دارد و پرونده او به دادگاه عالی فرستاده شده است. دیدی جرم په ارتباط باندې چې دغه په بند کې ساتلی و، دیدی یو ورور خکیل و چې پر وخت باندې هغه ته دوسیه تکمیل شوې ده، دوسیه محکمې ته لیږل شوې ده، ورور یې لا هم په بند کې ده او محکمه به پریکړه کوي چې څه سزا هم ورته ټکی. نیکبخت بر روز 21 سنبله سال 1402 هنگام بازرسی نیروهای امنیتی در ساحل چارقلای حوزه دهم از بند خانگی برادرش آزاد و بیش از یک ماه تحت مراقبت‌های پزشکی در شفاخانه قرار داشت و پس از آن مدت 4 ماه دیگر در خانه به سرپرستی امارت اسلامی نگهداری می‌شد.